پرهام؟ پرهام بیدار شو مامان. پاشو مدرسه دیر میشه. پرهام؟ پرهام. خسرو، خسرو پاشو. پرهام نیست. پرهام! پرهام! در سیاره‌ای شبیه به زمین شما اما با سرنوشتی متفاوت، سرزمینی به اسم وستاهیو وجود دارد. 7 قهرمان سالیان سال است که از وستاهیو در برابر خطر حمله هیولاهای تبعید شده‌ای محافظت می‌کنند. یکی از وظایف هر قهرمان این است که قبل از مرگ خود فردی مناسب را به عنوان جانشینش تعیین کند. و اینطور بود که یک سنگ جستجوگر به دست آرتا، دوست کودکی من، افتاد. آرتا! آرتا! کجا میری این وقت صبح؟ صبح بخیر مامان، میرم پیش داتیس. امروز بار دارم، باید کمکم کنی. صبحونه خوردی؟ نه. یه دقیقه صبر کن. داک! میگن سیب برای سلامتی خوبه. ممنون. کارم خیلی طول نمیکشه، زود بر میگردم. باز خودتو تو دردسر نندازی یا؟ یه وقت کار خطرناک نکنی. من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی؟ یا چه کردم که نگه باز به من نمی کنی؟ داتیس تا کی روم از عشق تو شوریده به هر سوی؟ داتیس شعر؟ فکر نمی کردم از این چیزا خوشت بیاد. هنوزم خوشم نمیاد. اوه، میخوای دل آوینا رو به دست بیاری؟ اصلا اینطور نیست. من اومدم اینجا راجع به این باد صحبت کنم. بازم این قفلی زدی ها؟ چه جوری بی خیال بشم؟ تازه ببین از صبح شروع کرده به روشن شدن. فکر کنم این همون چیزیه که اون زنه بهم گفت. آرتمیس، تو واقعا فکر میکنی همچین کسی میاد دنبال بچه ننه هایی مثل ما؟ بازم میگم همش توهمه. اگه میگی همش توهمه، چجوری اینو توجیه میکنی؟ یا اون قرارداد عجیب غریب؟ اونا که از هوا نیفتادن که. یه دقیقه وایسا. آها. احساس ضعف؟ نه. سرگیجه؟ نه. درد؟ خونریزی؟ مثلا خوندما؟ نه. دندونای جدید؟ آها نه. پس احساس معلق بودن؟ چی؟ احساس معلق بودن دیگه چه حسیه؟ حتی اگه قبلی ها رو تجربه کرده باشم اسم این رو که دیگه اصلا نشنیدم. پس قبلی ها رو تجربه کرده بودی؟ آرتا دوست من، هیچ وقت فکر نمی کردم که همچین اتفاقی برات بیفته. آخه چرا؟ اینجا میگه اگه کسی شی عجیبی که ندونه از کجا اومده رو همراه یکی از این علائم داشته. روبوده شده توسط فضایی ها. آخ، هنوزم از این مجله ها میخونی؟ آدم هیچ وقت نمیتونه چیزی رو به تو بگه داتیس. هیچ وقت جدی نمیگیری. درد داشت. میدونی که میتونی همه چی رو بهم بگی. خاموشش کن، خاموشش کن. من که کاری نکردم، خودش روشن شد. خیلی عجیبه. عجب. مثل یه جهت نماست. نه میدونم چی تو ذهنته. 1% هم فکر نکن که بریم دنبالش. اگه چیزایی که گفتی حقیقت داشته باشه، ما نمیدونیم با چی طرفیم. از کجا معلوم اصلا این آرتمیس از آدم بدا نباشه؟ فقط یه راه هست که بفهمیم. فکرشو بکن که ماجراجویی میتونه در انتظارمون باشه. یاد آرزوامون بیافت. اگه واقعا آدم فضایی‌ها رو ببینیم چی؟ یالا، نمیخوای بدونی این مجله درست میگه یا نه؟